بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس دیروز که ما شما دتابس تیبل فیلداش ما شما خواندیم به قسمت میموسیقینگ بود که امروز ما شما دتابس ما نام استودنت داره میره باز میکنیم. خب تیبل خدا باز کرده در فیلد ازی میرین تا قسمت مودیفای اکسپریشن کار کردیم در میموسیقینگ. شما سعی کنین پیش از یک بره میموره ما برتان قسمی جمعیم که یکی ما در اکسس 2017 به شکل اینی قسمت ما در فیلد نیم ازی مثلا ما شما چی داشتیم نیم یا رو میگرفتیم ولی در دیتا تایپش یک اضافه بود به جای لانگ تکس میمو بود. حالا به جای میمو چی آمده؟ لانگ تکس آمده. هدف از این چی است؟ هدف ایست که لانگ تکس به این معنی است که شما میتونید که متنای طول طویل چی کنین زیادتر متن و تا یک پاراگراف باشه شما نشته کنین. میمو خودش یک عرض معنا میده، خودش یک خلاص سوانه معنا میده که ما را اگر شما در یا تماشا در نوشتوری میمو لتر داریم، لتر خودش مکتوب است، میمو هم نامه معنا میده ولی میمو کوتاه میباشه، لتر طویل است. اسنی میمو غیر رسمی است، لتر رسمی است. لتر مکتوب میتونیم که از یک وزارتخانه به دیگه سازمان بره ولی میمو از یک دفتر به دفتر دیگه، از یک شعبه به شعبه دیگه میتونیم. حالا در امی اکسس هم بر شما یک قسم آورده که ما لانگ تکس داریم، یعنی به این معنی است که یک کمک تغییرات دیگه آورده شده که سابق میمو بود، میمو را شما به جای لانگ تکس میگیرین، هر قدر متن طولانی نشته میکردین، یک جمله نشته میکردین، یک پاراگراف نشته میکردین کار میکرد. ولی حالا بجای چی آمده؟ لانگ تکست آمده. حالا اینجا هدفش از امیست که شما در امی قسمت اگر کدام یک راست کلک اینجا میکنیم، اگر انزرت رو میکنیم، اینجا نشنه میکنیم که نیم. نیم شما اگر این قسمت شارت تکس من بگیرم سیوش کنم، من در قسمت نیم کرسر گذاشته در فیلد نیم از این میمو تکس اینجا آمده. اینا چی وقت فعال میشه؟ یه وقت فعال میشه که شما یا از این طریق از اینجا به این شما لانگ تکس بگیرینشه اینو ما شما خواندیم نه، یا میاید اینجا کرسر گذاشته شما اینو چی بگیرین لانگ تکس بگیرین میمو فال میشه. اینجا نه کرسر اینجا بگذارین در قسمت فیل برین میمو فال شد. بر شما چی میگه میمو؟ میگه شما که متنی که شما نشته میکنین دو رقم اپنت اونلی یا رچ تکس. اپن اونلی به این معنی است که تمام متن های شما را در این قسمت علاوه میکنه ولی برای شما یک هیستوریام میکشه که چی وقت با کدام تایم تاریخ کدام متن چی که شما نشته کردین. ولی رچ تکس به این معنی است که مثل نوت پد فرمت های ورد پد ورسته که شما نشته میکنین متن عادی شارت تکس میشه ولی برای از کدام معلومات اینجا نمیده. این خصوصیتش در اینجاست. مثلا من نشته میکنم که احمد سعی کنین. حالا من اینجا میام میگم append. append اضافه کردن، فقط اضافه کو معلومات داش. اینا سر از این راست کلک میکنم، یه نشته از شو کالم هیستوری کلکش کنیم بر شما میگه که به این نام این تایم تاریخ فعلا تاریخ چون ذکر نکده در این قسمت نشته کده بریم تا تمام مفهوم از این با ما بیه که با کدام تایم و تاریخ چی شده ای ذکر شده. اینا در این قسمت میم اپند گرفتیم اوکی یز. وقتی که ما سر از یک راست کلک کنیم اینجا بریم بر ما این قسمت چون اینجا فکر میکنم که گرفتیم اپنده راست کلکت شو کالم استوری اینجا با ما نشان میده که استوریش کالم نیمش. اینا رو وقتا که ما بیم دوباره سیفش کنم، یک یست سیفش کنم، دوباره بازش کنم، راست کلکت کنم اینجا قسمت شو کالم استوری، باز دیتابیس رو باز کلوز کنم، اینجا با ما تایم و تاریخ مندازم. اگر امیر ما بیم سعی کنین ما میام اینجا چی میگیرم در قسمت فیلد زی میمو تکس رچ تکس میگیرم، تکس عادی متن عادی. وقتی که شما راست کلک کنین این حال با ما چی آمد اینجا تایم با تایم و تاریخش مکمل آمد. این دو خاصیت داره. اگر شما رچ تکس یا بگیرین بر شما متن ورد پت واره برتان میاره، مثل که در ورد پت ها شما استفاده میکنین. اپن به این چیز معناست که شما هر قدر متن مثلا از یک جای دیگه کپی کنید در این قسمت پیس کرده برین، یعنی به شکل لانگ تکست میه. با شما اگر اپن بگیرین معمولا در اپن با شما با تایم تاریخ بعض اوقات برتان نمیدنه، صرف برتان چی میکنه هستوریش نشان میده. اینجا نشان میده که کمال است ولی هستوریش نشان نداد.
این حال اگر شما پس بین در این قسمت یه شارت تکست بگیریم، مثلا در قسمت از اینجا میم نیم از ایره ما شما شارت تکست بگیریم، سیفش میکنیم. باز اینی میمو بر شما دیگه بعض اوقات باز چی نمیباشه، فعال نمیباشه، صرف میمو رو وقت میدونیم که ما شما متن خدا چی بگیریم این قسمت کرسر، چون اینجا دیگه فیل هم اضافه شده از این قسمت هم میتونید و از اینجا هم لانگ تکست هسته این میمو شما لانگ تکست سیف، صرف و صرف بر شما اینجا معلومات اونم متن براتون چی میکنه نشان میده. پس شما رش تکست میگیرین و یس هر کدام شکل راست کلک کنین و بر شما با چی میکنه نشان میده، چون اینجا فکر میکنم که رش تکست قبلا گرفتیم. هیستوریاش باز براتون چی میکنه نشان میده که در کدام قسمت، ولی اپنده باز شما بدن رو میخوانیم که مثلا که از یک تیبل دیگه ما بیم یک قسمت انتخاب کنم، مثال کپی کنم در تیبل دیگه برم این اینجا اپن بگویم یا مثلا کنترل وی بگویم میشه. این همی در اکسس 2010 به این شکل بود که پیست اپن داشتیم، یکی ما شما در هم این قسمت این اینجا است پیست اپن نیمیست که بر شما چی کده میره اضافه کده میره اضافه کده میره اضافه کده میره این باز میخوانیم بعدا، ولی حالا در اینجا فقط هم قامده که شما میتونید که متنهای زیاد چی کنین زیاد بر شما اینجا به جایی که شما میمو باشه اینجا برتون لانگ تکس اینجا اضافه کرده. باز بعد اوقات میتونید شما استوریاش چی کنین به شکل ببینید. این خوبی زینه کدام کار دیگه اینجا وجود نداره که میمو وظیفه چیز، ولی میمو مود 2010 و هفته اگر اکسس باز کنین به شکل لانگ تکس چی آنه میمو آمده دیگه. یا شخی اینجا میفهمید تا تایپ چیزی قسمت ها ما شما میتونیم که استفاده کنیم، هر مثلا اوور تایم میتونید شما نمبر بگیرینه به می شکل، چون هستک نمبر بوده که از این خاطر مثلا جار میده و فارمت شما میتونید که کرنسی باشه ایرو باشه فکس شما استاندارد، از این طریق هم شما میتونید که چی کنین استفاده کنین، اشاره دار برتان میره برتان مثال واحد پولی برتان میزنه، فیصد هم میتونید شما اضافه کنین، گامه ها رو کم کنین مثلا اشاره ها رو یا صفرها رو زیاد میکنین یا صفرها رو میتونید کم کنین از این قسم، یعنی هر فیلتان از اینجا میتونید شما دیتا تایپ چی کنین انتخاب کنین، هایپرلینک شما مثلا از اینجا انتخاب کنین. و دیگه شما خواندین که ریکوایر ما شما وظیفه شمی بود که ما میتونستیم که یک فیلد ما از پیش ما چی نره خالی نره، مثلا خانی کدامه مشکلی رو دیلیت میکنیم و شما کرسر رو گذاشته دیمی خانه اینجا آمده ریکوایر میگیریم شه خلاص یس. اگر یک نفر به یار مثلا خانه پوری کنه ایشان مندازه مثال دیگه خانه پوری کنه مثال بابا چی دیگه میکنه از این پیج دیگه نمیره تا که ما چی نکنیم نام اینجا نشتن نکنه باز دیگه پایین نمیره، این رخ ما ریکوایر خوانده بودیم و یونیک ما شما خوانده بودیم که صرف چی میکنه فقط بر شما قیمت ها را یکی میسازه، ریکاردهایتان مثل که پرایمری کی چی پرایمری کی شما بین از قسمت از اینجاش انتخاب کنیم پرایمری کی، یا شما کرسر اینجا گذاشته از قسمت فیل شما یونیک میگیرینش، چون اینجا ما شما چی داریم اون کرسر در قسمت از این ماندگی است یونیک است، اگر کرسر اینجا بونین اون یونیک از بین رفته، چون یونیک ها معمولا ما شما در هر خانه که پرایمری کی می داشته باشه دونمو خانه است، اگر ما اینا بگیرم اون یونیک است یعنی یک تاست. پس اگر ما ببینیم قسمت از این همی پرایمری کی را آف کنم سیف کنم میشه در قسمت تیبل بودیم اینا رو بریم سعی کنیم در فیلد یونیک چیست کرسر در خانه آیدی است و از اینجا هم تو میتونی اینا رو سرش کلک و اینا رو وقتی که نشته کده بری اون خودش اتومات پرایمری کی زدگی است، یعنی نمیتونی که تو دو دانه نو نشته کنی، چی از اینجا چی از اینجا میتونی شما میتونی که شما برین خیمی را آف کنین از اینجا خانه نیم پرایمری یونیک بگیریم کسی مشابه نام نشته نکده اوکی نشته که مثلا مزار نشته کده گیز باز یک سیوش کنیم دوباره باز قبول میکنه چون حالا ما شما سیوش نکدیم یا میتونیم شما از این قسمت هم مینه کرتر اینجا گذاشته اینجا پرایمری کی دنیم بتینش
فرق نمی کنم تا یک پرایمر کی نه یک جدولتان شما کوشش کنید که از چی کنید استفاده کنید. و دیگه شما خواندیم که اندکس ها که ما شما اندکس وظیفیش چی بود که با ما فقط چی میکرد میدوند که چقدر ما سورت میکنیم. مثلا در اینجا بوده که کرسر را گذاشته بودیم در این قسمت اندکس ها به این معنا بود که شما یکی از نو داشت دوپلیکیت را قبول کنه یا نکنه. اگر یز دوپلیکیت اوکی دوپلیکیت ها را میگرفت و یز نو دوپلیکیت ها را چی نمیکرد؟ قبول نمیکرد. و پس میتونید شما از این قسمت هم چی کنیم؟ از این استفاده کنیش. و والیدیشن رول هم شما از اونجا میتونید از اینجا نوشته است که create an expression that restricts the value that can be entered in the field. دمین خرسر اینجا گذاشته اینجا پیام میشه اینجا قانون شد اینجا قسمت کلک کنیشه. در اینجا نوشته میکنید مثلا این به شکل دیگه شد نوشته میکنید که بزرگتر از حرف J. اوکی یس. و اینجا میامدیم برش یک پیام هم نوشته کنید که you aren't allowed to enter the incorrect text. اوکی okay. من اشتام میکنم احمد قبول نمیکنم به میشن باز چی از این شما جور کنین ولی یک کمه که جایش چی تفاوت میده. پس دوباره در این قسمت برین و همین اکسپرشنش آف کنین یا میتونین که همون قوانین هایی که در ولدشن رو کنین شما چی کنین تطبیقش کنین. کارا یک کار است دیگه باز میتونید شما چی کنید آزادانه کار و والیدیشن رول هم میتونید شما در برای دیت اند تایم تان جور کنید اینجا با نمبر تان جور کنید مثلا تایم تاریخ تان مثلا اینجا یک دیت اند تایم میگیریم اینجا نشون میکنیم دی او بی کارسر اینجا گذاشته این قسمت میریم برش میگیم که بزرگتر از یک 2000 بیاریش اوکیش چون اینجا دیتن تایم گرفتیم اینی رو میگیریم و اوکی. خب اینجا باز ما شما یک آپریتر بتیم مثلا این علامت نمبر است اینجا علامت نمبر رو میتیم اوکی. این قسمت در سالاری میمونیم مثلا نشنا میکنیم بزرگتر از آفرسد 200 داریم ما شما اینجا چون قوانین ما تطبیق کردیم اینجا قانون رو تطبیق کردیم میتونید شما از این طریق هم میتونید کارسر در اینجا گذاشته همون والیدیشن رول از اینجا میتونید شما استفاده کنید. ولی اگر من اینجا نشته کنم سعی کنیم 200 سیف سیفش میکنم یس اوپنش کنین وقتی کارسر در قسمت سالاریزی بگذارین بین در قسمت فیلد ازی والیدیشن رول ازی این شما باز میتونید که قوانین فانکشن ها رو چی کنید شما اینجا اضافه کنید و در این میتونید شما چی کنید پیام شنشته که چقدر مثلا نشته کنید مساوی سالری مثلا نشته میکنید که سالری جمع اوور تایم شود میتونید قوانین ها رو اینجا اضافه کنید یا اگر نمیخواین اینجا در این خانه اضافه کنید خواهید در اینجا به این بگویامی کار کنشه اوکی کنشه یک قانون برش یک پیام نشته میکنین اوکی مثلا یک چیز اگر نشته کنین قبول مثال یک متن و عدد نشته کنین چون اینجا باز ما شما خاله او توتال اینجا را گرفتیم که اوور تایم سالاری را کد اوور تایم چی کنین اینجا ما جمعش کنه اینجا میتونین شما یا اینجا را بیخی کنسل کنین دلیتش کنین ایران دلیت میکنیم کارتر هم اینجا گذاشته در این قسمت می مشما مور فیل زمین یک بنام نمبر میگیریم میشه یا ایرو میگیریم میبینم نشنا میکنیم که توتر کارسر گذاشته اینجا بیاییم نشنا کنیم که سالاری جمع اوور تایم اوکیش کنیم کنال اینجا برشان پیام نشته کنیم وقتی که هر وقت سالری و اوورتایم نشته شده بطن چی میکنیم جمع شده ولی باز اینجا قانون نیست اینال اگر من مجبور دیگه یک چیز نشته کنم این خودش اوتوماته چون ماشات ها گفته ایم که ماشات شد چی شده بزرگتر
در اینی قسمت با زنال شما نمیتونید که از خانه پیش برید. این قانونش بیست که تا این قسمت بردان نشته میکن خودتان نشته میکنین، ولی قانون ما قبلا چون ذکر کرده بودیم که سالاری و برتایم به این تیبل جور کرده بودیم یا با ما مکمل جمعش نمیکنن. وقتی که شما نشتهش کنین باز بر شما از بابت که چی نمیمونه اجازه برتان نمیکنه. خیر میتونید شما به این شکل هم کار کنین و شکل قبلی هم که برتان گفته بودم میتونید شما از قسمت هم استفاده کنین، چه از قسمت خود دیزاین پیوز. پس میتونید که پس دوباره قسمت برین نمیره آف کنین و اوکی کنین، شما ببینید چی میشه از بین کلوزش میکنیم و سیف فلس. این بود بخش فیل خود تیبل ما بود. شما بخیر بخش های دیگه شد میخواد سوال نیست.